سلام عرض میکنم و نوروزتون مبارک. میدونید که نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران باستانه. در متن تصویب شده سازمان ملل هم آمده که این جشن بیش از 3000 سال قدمت داره و هر ساله در جهان بیش از 300 میلیون نفر اون رو جشن میگیرن. آیین‌های بسیار زیبایی هم داشته، مثل خانه تکانی، انجام مسابقات ورزشی، برپا کردن آتش، سفرهای نوروزی، طبخ غذاهای نوروزی، طبیعتگردی، نوروزخانی و چیزهای دیگه. تو این برنامه میخوام عرض کنم که ما چه بر سر این آیین‌ها، این جشن و کلن چه بر سر خودمون آوردیم. تشریف داشته باشید، عرض میکنم. باستانشناسان معتقدند که تاریخچه نوروز به انسان نئاندرتال میرسد، وقتی که بشر آنقدر پیشرفت کرد که توانست تغییر فصلها را تشخیص دهد. ابزار ایدوره به کجا میدوه؟ اینی برا کنار دست، اینی برا گوزه دیگه، اینی میامه نه چپ رود اینو پال خوهرم آغاز سال 2,347,563 عصر هجری. با سلام، امروز به میون شما اومدیم تا ببینیم ایام نوروز رو چطور میگذرونید. با ما باشید. ما یه مقدار جوجه تهیه کردیم و چیزهای دیگه میریم شمال. با یخت جوجه تهیه کردیم، با یکم چیزهای دیگه میریم شمال. ما یه مقدار جوجه تهیه کردیم، با چیزهای دیگه میریم شمال. ما یه مقدار جوجه تهیه کردیم، با یه سری چیزای دیگه میخوایم بریم شمال. یه مقدار جوجه تهیه کردیم، با چیزای دیگه میریم شمال. یه قد جوجه تهیه کردیم، با چیزای دیگه نیاز بریم شمال. یه خورده جوجه تهیه بکدیمی، یه چیزای دیگه هم رشیم شمال. ما یه چیزای دیگه با یه مقدار هم تهیه جوجه تهیه کردیم، میریم شمال. We'll be right back.
همیشه امیدوارم از حبتون همیشه بخارم آغاز سال 1393. ارباب خودم شامره بری کن، ارباب خودم سرت بالا کن، ابرار خودم بز بز قندی، ابرار خودم شعر نمیخندی، حاجی فیروزم سال یه روزم، حاجی فیروزم سال یه روزم. وای 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 وای. خدا رحمت کنه پدر جانم. خدا رحمت کنه رفتگان شما. جاشون خیلی خالیه. خدا بیاورد. بله، عید اول بدون پدر جان سخته واقعا. سخت بابا. بابا آقا ما که امسال عید نداریم، هر جایی این خونه رو نگاه میکنم بابا ما میبینم. بابا 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 بابا. آخه به هر حال وظیفه‌مون بود عید اول بعد فوت پدر خدمتون برسیم، تسلی خاطر باشیم، وظیفه بود. خوشحالم کردی. ما امسال دیگه چون عیدی نداریم دیگه با خورما و حلوا دیگه ببخشید اینو برگزار کردیم. خدا رحمت چی کنه، دست شما در نکن. این خورما رو اینجوری نگاه نکن، اینا بزنین کنار، زیرش همه شیرینی نارگیلی و شکلاتی و فندقیه. چرا خودتون رو زحمت دادی، هم خورما کافی بود. از این حلوا میل بفرمایید. این حلوا رو زیرش این قسمت ناپلونیه، وسط کارامل تب. زیرش بله بله تاشم معجونیه، میل بفرمایی مال زیر بخورید. خواهش میکنم. بله دستش بابا 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 جا. خدا رحمت کنه یادش بخیر. هر سال عید ما میشستیم اینجا، پدر جانم همینجا بوده، شما برای ما جوک تعریف میکردین، کلی میخندیدیم. آخه امسال هم الان تشریف آوردیم. نه خب نمیخواد تعریف کنین، امسال اصلا نمیخواد. یارو بوده نمیخواد. چه کاری نه خواهش میکنم، نگه تشریف آوردی قدم رنجه کردی. یارو بوده میره سینما، سردر سینما رو میبینه که نوشته شام آخر، سری برمیگرده خونه قابله ببردن. عید نداریم امسال ما. ای خدایم خدا رحمت کنه. امسال سیزده به در کجا تشریف میبری؟ ما بالا میخواستیم بریم همون رودخونه همیشگی، دیگه امسال نمیریم، شما هم تشریف نمیاریم. میاییم باشه، ما فقط تاب سوار نمیشیم. حتما میاییم خدمتون امسال سیزده به در. برحال عیدی ما نداریم که بابا جان. میریم. آخه خدا پدر رو رحمت کنه. با اجازتون ما مرخصیم. قربانشون یه لحظه اجازه بدیم. ما چون ارسال این موقع نارنجک مینداختیم، دیگه چون پدر نیستن و عیدی نداریم دیگه خیلی ساده برگزارش کردیم. بله خدا بیا مرز پدر. آخه 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 خدا رحمتشون کنه. بله خوش بله 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 هر سال نیست. خدا بیامرزه پدر، خدا رحمت کنه پدر. بله برو شما با اجازتون. تو جان شدیش عید ناز کرده تشیم آماندی بوشه مبس داره بسوزه تو خاموش میکنم. بفرمایی خدا حافظ شما. قربون شما. با سلام و عرض تبریک به مناسبت این ایام فرخنده و شاد، خلاصه اخبار نوروزی را به سمع و نظر شما می رسانیم.
سخنگوی وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر اعلام کرد در اثر چهارشنبه سوری مهیب امسال 1300 هکتار از اراضی قابل کشت کشور با خاک یکسان شد. وی افزود ملت عزیز ایران در چهارشنبه آخر سال موفق شدند با پیشروی به عمق خاک تهران 480 واحد مسکونی، 80 برج، 240 بانک و 2 مرکز درمانی را به آتش کشیده و 17 دستگاه آمبولانس، 2 نفر بر و 1 هلیکوپتر امداد و نجات را به غنیمت بگیرند. به گزارش همکارم دلدار توجه فرمایید. سخنگوی پلیس راه کشور ضمن ابراز خرسندی از پایین آمدن آمار تصادفات رانندگی اعلام کرد در سفرهای نوروزی امسال 47,000 نفر کشته، زخمی و یا ناپدید شدند. وی پخش موزیک‌های نامرتبط با جاده، پوست کندن پرتقال، رقصیدن روی کاپوت و داشتن پراید را از جمله عوامل این حوادث برشمرد. همچنین رئیس سازمان بهشت زهرا از هموطنان عزیز خواست حتی المقدور از سفرهای نوروزی اجتناب کرده و سریال ببینند. به مناسبت نزدیک شدن 13 فروردین یا روز طبیعت، رئیس سازمان امداد و نجات کشور عاجزانه از مردم درخواست کرد از پهن کردن زیلو در تونل‌های مترو، انجام حرکات موزون در وسط بزرگراه‌های کشور و برپا کردن دیگ آش در میادین اصلی شهر جدن خودداری کنند. وی همچنین از هموطنانی که از صبح دیروز با تجمع بر روی طبقه دوم پل صدر برای 13 به در جا گرفته اند تقاضا کرد این محل را ترک کنند. تشکیل صفهای طویل برای دریافت سبد کالا همچنان ادامه دارد. گفتنی است این افراد کالاهای خود را دریافت نموده و منتظر سبد آن هستند. از این سبدها برای اسباب کشی، حمل پیرزن، حمل کودکان خردسال و تزیینات منزل استفاده می شود. این بود اخبار این ساعت. تا بخش بعدی خبر، همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب بخیر، خدا نگهدار. بله، بنده خواهش کردم ازتون که تشریف بیارین اینجا. به اتفاق این کن آکتور جدول پخش برنامه های نوروز امسال رو بریزیم. حالا برای شروع بفرمایید که این جدول پخش ما در چهارشنبه سوری چی هست؟ چهارشنبه سوری از ساعت 6 صبح تا 4 بعد از ظهر یه واحد سیار رو مستقر کردیم در سوانه سوختگی که هر کی سوخت زنده بریم رو آنتن. خیلی خوبه، این رو داغ داغ برید روی آنتن. یه صحنه‌ای از این بچه های نادم و پریشان و گریان، خانواده های سردر گریبان از آرشیف در بیارید که این تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه. دیگه چی هست؟ بله قربان، خدمتتون عرض کنم که ما 4 تا 5 تیک هشدار پلیس میریم، بعدش هم که فیلمای سینماییمون رو پخش میکنیم. بی زحمت از 5 تا 8 برنامه کودک پخش کنید، از 8 به بعد فیلم های جذاب هالیوودی مثل راکی، رمبو و فرانکی. من یادم پارسال تا ساعت 3-4 صبح در خونمون صدای انفجار و ترقه می اومد. فکر میکنم به نظر من تو اون ساعت اگر فیلم دیدی رو پخش کنیم مردم خیلی خوششون میاد. دیدی خوبه، حالا شد. برنامه سال تحویل چی هست؟ همون برنامه جذاب مجری با مهمانان و هنرمند که البته یه سری خواننده هم میخونن، ما پشتشون بخار میدیم. خب این دوستان هنرمند کی هستند؟ ما همه رو گفتیم، فقط یه چند تایشون مسافرتن، یه چند تایشون هم گفتن ما نمیتونیم بیام، یه چند تایشون اصلا نمیتونن بیان. خب الان موجودی کی هست؟ فقط خانم بهنوش بختیاری میان که اونم گفتن ست سکه پیش میگیرن بعدن. بهنوش بختیار بگید بیاد، ولی زیاد نخنده، خاطرات کودکی هم تعریف نکنه. خب این مال یه شبکه، بقیه شبکه ها رو چیکار کنیم؟ ما که مهمون نداریم. یه شبکه هم بفرستید بهشت زهرا، قطعه هنرمندا اونجا از این عزیزان و یاد و خاطرشون در اذهان عمومی زنده بشه، خوبه گزارشی تهیه بشه. بله به نظر من بقیه شبکه هم همون اخبار کشتار سودان برن. آره به نظر من اینجوری هم بهتره، اصلا مردم تنوع رو دوست دارن.
بسیار خوب، بسیار خوب. خب برنامه شاد و شادی آفرین و ترکاندنی در 13 روزه چی هست؟ ما حدود 5 تا سریال طنز داریم، 47-48 تا راز بقا داریم، حدود 100 تا هم گزارش مردمی. بله. 240 تا فیلم سینمایی خارجی داریم که هر شبکه روزی 3 تا پخش میکنه. اون نکته حساس مردمی رو که لحاظ کردید که؟ بله؟ بله بله لحاظ کردیم. ما از هر فیلمی حدود 35 دقیقه رو دوباره مونتاژ کردیم، مجدداً دوبله کردیم که با موسیقی آرام و ضد تنش پخش میشه. از سینمای خودمون که چیزی به درد بخوری گیر نیاوردیم. ناچار شدیم 13 بار فیلم اخراجی ها رو در 13 روز عید پخش کنیم. تکرارش چیه؟ بله تکرارم روز بعد مجموعاً میشه 26 بار. بله این کارتون اسکروچ چطور هست یک بار دیگه با پخش کنیم؟ اسکروچ مال کریسمسه. این سریال مختار صحنه‌ای مربوط به نوروز نداره؟ نه خیر، من خیلی گشتم چیز پیدا نکردیم. پیدا نکردید. خیلی خوب، خسته نباشید. بسیار عالی. این گنده آکتور شادی آفرین ترکاندنی ما بسیار موفق است. تبریک عرض می‌کنم. بفرمایید موز، بفرمایید. قربان شما. بفرمایید. جونم چطوره؟ چی کار داره میکنه؟ دخترم بیا ببین چند تا اسمس واسه بابات اومده. میتونی اینا رو بر من بخونی؟ بله حتما. با اجازه. خب جانم بخون. چقدر اسمس نوروزی دارین پاپا؟ خب اینا رو باید جواب داد. یکی یکی بخون تا من جواب بدم. پیام های نوروز رو اگر جواب ندی شگون نداره. بله. یکی آقای شاهین میگن که جشن فرخنده فروردین است، روز بازار گل و نسرین است. آفرین آفرین، خیلی خوب گفته. براش بزن با تو از خاطره ها سرشارم شاهین جان، جشن نوروز تو را کم دارم شاهین جان. به به. خب بعدی آقای فریبرز میگه همکار عزیزم، نقطه آغاز بهار زندگیتان بی انتها باد. خیلی زیبا گفته، خیلی قشنگ. براش بزن عید نوروز یه شعر بی غلطیه که تمام رویاهای ناتمام رو تفسیر میکنه. اینو براش بزن. به به. آقای کامران، هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز، پیروزتان هر روز، نوروزتان امروز، امروزتان هر روز، اسکل شدی امروز. جانم، اینه کمی شوخ طبعیش گل کرده. ببین، اینو وردار بزن بنویس. کامران جان، میدونم که از کلمه عیدت مبارک حالت به هم میخوره و همچین بالا میایی، ولی خب عیدت مبارک. بزن عیدت مبارک واسش. نادر، خواستم برات سبزه عید بفرستم، ترسیدم تا 13 به در طاقت نیاری و بخوریش. یعنی چی؟
اینو براش بزن خرزهره. آره واسهش بزن خرزهره. خرزهره خوبه. خرزهره؟ خرزهره. اینو واسهش بزن خرزهره. این یکی میگه چند تا بهار باید از عمرت بگذره تا آدم بشی. واسهش بزن ما تو افسینمون یه سین کم داریم، تو پاشی بیا اینجا سیرابی. آره ما یه سین کم داریم، دیگه بزن دیگه، چرا معطلی؟ آقای فرهاد میگه که چیه؟ اصلا این موبایل من دست تو چی کار میکنه؟ خیلی عذر میخوام آقایون، من میخواستم رد شم، شما وسط جاده نشستید. بودیم تو به جا آوردن مراسم ها اینا ردخور نداشتیم. مثلا همین نوروز رو بگو، جون منو بگی نوروز رو ازم نگیر، چنان مراسم نوروز رو به جا می آوردیم که هیچ کی نتونسته به جا بیاره. یادش بخیر شب عید که میشد همه بچه ها رو برم داشتیم میریختیم تو خیابونا، رفتم سولاریوم صورتمو برنزه میگم، لباس ساتن قرمز میشه میپوشیدم، رفتم لای ماشین مینقصدم، اینو بچین اونو بچین گیلاس بچین، چنان میرقصیدم چه گیلاسی هم میچید، منم اسفند دود میکردم، به ترک چشم اسود به ترک چشم بقیه بچه ها چه حالی کردن، میشیش شور دستشون میگرفتم با دستمال میرفتن لای ماشین شیشه هاشون رو پاک میکردن، چه حالی کردن، چه بولی در آوردن پدر سوختای بیشون. یه بارم یادمون رفت یکی از بچه ها رو برداریم از سر این چهار صبح اومدیم دیدیم بچه یخ زده، بچه‌م طفلی الکی الکی مرد. اون یکی رو بگو داشت این دفار میفوخت لای ماشین، یه دفعه کامیون اینه پلخشون مزن لهش کرد، 70 منوت دیگه گرفتی، خدا تو شکر کن زن. خدا رو شکر، خدا رو شکر. اما دیگه بعدش ورشکسته شدیم، مجبور شدیم شغلمون رو عوض کنیم. یه روز که مفرح و شادمون رفتم بالا سر یه دونه پیرا رو سقفش هلیکوپتری زدم، چنان هلیکوپتری زدم که چارچخش منفجر شد و ترکید. هرچی داشتیم و نداشتیم دادیم خسارت این برایده. بعدش به شوهرم گفتم حالا مرد چه خاکی به سرمون بریزی. گفتم نگران نباش مردم از حدشون بگذر شکمشون که نمیگذرم میگذرم. دیدیم چه بهتر از آجیل شبه ای. دیگه من زدم تو تعمیرات پسته ای در بسته میشکستم با همین دندونام. منم تخمه مغز میکردم، همه دندونامو تو این راه از دست دادم. آخر سر پول داشتیم به اتفاق با خانواده رفتیم به سفرات نوروزی، اینقدر خوش گذشت. یادش بخیر، یادش بخیر. سیزده به در این گلیمو پهن میکردم رو درختا، رو سیزده پول بچه رو سرپا میگرفتم رو درختا، رخ پهن میکردم آشقالم هر چه دلم میخواست میریختم. چه روزای خوبی بوده. من عاشق آثار باستانی بودم، مثلا نگاه کن همینجور که ملاحظه میفهمی اینا یکی از آجرهای تخت جمشید، خودم توزیدم، خودم با دست خودم کردم، و این یکی همینجور که ملاحظه میفهمی منار جمهوره، یه دیگه از اونه، و حالا این یکی همونجور که تماشا میفرمایید اینا دندون ببر از موزه حیات وحش مشهد کردم با دست خودم، افتخار میکنم به خودم. خودش کنده همه این سفر یه طرف، این راننده که تو جاده یه طرف. آخ آخ سبقت ممنوع، سرعت ممنوع، توقف ممنوع، تک جرق ممنوع، همه رو به اتفاق به اجرا گذاشت، خودم تنها اینقدر بیشورم. مادر من، خواهر من، خواهر تو، مادر تو، زن داداش من، با سه تا از بچه‌هامو
افتاد و بعد جاده کشته شدن. همشون همشون پس این مردم چی برمیگردن میگن نوروزو مثل قدیم گرامی بداریم؟ ما که داریم همش نوروزو مثل قدیم گرامی میداریم. حرف موف، همش حرف موف میزنم. بیشورم کی پخش میشه؟ الان دیگه چند سالی که خونه خاله و عمه کار مردم رو راه نمیندازه. برای همین همه میرن یا دبی یا آنتالیا یا پاتایا. یعنی اینجوریه که توی پیاده‌روهای پاتایا شما یه داد بزنی کامبیز 74 نفر برمیگردن میگن جانم. بعد از این 74 نفر 73 نفر شلوارک گلدار پوشیدن با کفش ورنی مردونه. بعضی هاشون هم شلوارک گلدار گیرشون نیومده، فقط کفش ورنی مردونه پاشونه. بعد دیده شده که در دبی وسط کنسرت کی؟ راجر واترز. 93% مردم با هم یک صدا آهنگ درخواستی فریاد زدن، امشو شوش لیپاک لیلیلونه. تو آنتالیا هم همه یا زیر آبن یا دارن زیرابی میرن. اینه که بعد 14 فروردین شما میتونید تمام این مستندات و حماسه نوروزی رو در اینستاگرام و فیسبوک مبسوط با شرح حال ببینید. خب کجا میخواین تشریف ببرین؟ یه تور خارجی میخواییم برای تعطیلات نوروز بریم ریلاکس کنیم. به به، خب بهترین جا به نظر من برزیله. یه تور دارم 6 روز و 7 شب. به به، هواپیمای درجه 1، هتل 5 ستاره، صبحونه، نهار، شام، مخلفات فری، گشت ساحلی، گارد ساحلی. در ضمن میتونین خانم فرناندز لیما، اون مجری برنامه ورزشی رو من نزدیک ببینین. قیمت 5 میلیون. خوبه ولی نزدیکترم بود. آره خوره قیمت بالاست. نزدیکترم هست. گواهند. هتل 4 ستاره است. صبحونه، نهار، شام، مخلفات فری. اونجا میتونین برین لوکیشن فیلم شعله رو ببینین. تور گردش دور درخت داریم همراه با آمیتاب بچان. اصلا میتونین حمله کنین به مخفیگاه جبار سینگ. اونم 16 میلیونه. وای خیلی خوبه ولی یکم گرونه. آره آره یه خورده بالاست. آو متوجه شدم شما چی میخواین. یه جای ارزان‌تر و نزدیک‌تر. بله. آنتالیا. به به. تور 5 روزه به شیکتاش و گالاتاسرای. میتونین کاخ سلطان سلیمان رو ببینین. چنار رو هم میتونین از نزدیک ببینین. چی سنبول خان هم میشه دید؟ نه اون هماهنگ نشده. آها. بله اینم 3 میلیون. وای خب نمیخوایم اینقدر هزینه. آره اینقدر نمیخوایم. بالا. خب کیش؟ آه. میتونین برین کیش، هتل 2 ستاره، صبحانه، نهار، شام، مخلفات نداره، ولی خب میتونین تو قرعه کشی شرکت کنین، البته اگه خرید بکنین. اینم نفری 800 تومان. آره اینم یه خورده بالاست. اگه میشه ارزان‌تر. یه دریاچه هست تای همت. آها دیدم. بله بله اونجا میتونین تشریف ببرین، میتونین فوتبال بازی کنین، دروازه هندبالی با توپ چرمی. آه. از این قایق پدالو هم هست. بح بح. میتونین برین با نهار اونجا تشریف ببرین، نفری 200 تومن. زیاده. آره آره یه خورده بالاست. زیاده. ارزونتر؟ پارک شهر خوبه؟ آه. یه روز پارک شهر همراه با نهار، گل کوچیک با توپ پلاستیکی، ولی خب این قایق پدالو ها هست، میتونین اونا رو بکنین. این نفری 30 تومنه. فریسی تو هزینه نمیخوایم بکنیم. آره آره یه خورده از این ارزونتر چی داریم؟ میتونین بشین اینجا من نگاه کنین تا ساعت 6 بعد از ظهر که اینجا تعطیل میشه. با چای نفری 10,000 تومن. آره اگه چای نخوایم 7,000 تومن. این خوبه دیگه. آره 7,000 تومن نفری. 2 نفر میشه 2 هفته 14 تا. ارزونتر نداریم دیگه چیزی. آره این 15 خدمت شما. یه تومن باید به من بده. خیلی ممنون. بتونیم نقشه رو نگاه کنیم. وقتی هیچ قفل و زنجیری نمیتواند مانع ورود سارقان به منزل شما شود.
وقتی هیچ دزدگیری نمیتواند سارقان را متوقف کند؟ وقتی که سارقان قالیچه های شما را میبرند؟ ناامید نشوید. مجیدکار، دزدگیر مجیدکار. مجیدکار در تمام ایام نوروز به صورت شبانه روزی محافظت از اموال و اشیاء با ارزش شما را به عهده می‌گیرد. تضمینی، بدون مصرف برق و با کمترین اتلاف انرژی. مجیدکار سفری بدون دغدغه را برای شما به ارمغان می‌آورد. مجیدکار. الان در سفرهای نوروزی وسایل مورد نیاز عبارتند از مسواک مرغوب، زیر شلواری راحت و یک وصیت‌نامه کامل. یعنی شما از عوارضی که رد میشی داری میری که یا کشته بشی یا بکشی. بعد خیلی ها تو تخت خوابشون حال نمی کنن، پشت فرمون میخوابن. یه دم آدم های متفاوتی هستن، از لاین روبرو میان تو شکمت. یه دم جاه طلبن، یعنی با 180 تا سرعت از روت رد میشن. جاده هام که همه پیچ و پیچ، اتومبیلام که خدا رو شکر همه پراید. یعنی عید به عید چند هزار نفریم، جمع میشیم دور هم میمیریم، روحمون شاد، یادمون گرامی. سلام، بار دیگر شمیم بهار در جای جای این خطه پهناور پیچید و عید نوروز فرا رسید. موسم دید و بازدید، سرور و شادی و البته سفرهای نوروزی. به همین مناسبت در خدمت جناب آقای رجب سعید اناری هستیم، معاونت محترم پشتیبانی ساماندهی و لوجستیکی سخت افزاری سفرهای نوروزی وزارت راه و مسکن و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان. جناب آقای اناری، به عنوان اولین سوال، بینندگان ما مایل هستند که بدونن شما برای ساماندهی سفرهای نوروزی در بخش جاده‌ای چه اقداماتی انجام دادید؟ به نام خدا، با عرض سلام. همونطور که خودتان بهتر از بنده میدانین، 99% از تلفات و مرگ و میر جاده‌ای ناشی از سوانح اتومبیل است. ما پارسال، یعنی همین سال گذشته، 12,000 کشته و 38,000 تا مصدوم به جا گذاشتیم. یعنی آمار پارسالمان بود که البته امسال با در نظر گرفتن اینی که جاده ها و اتومبیل ها و راننده های عزیزمان یک سال مستهلک شدن، ما دو برابر آمار پارسال پیش بینی میکنیم برای امسال. آمار بالاییه و قطعا ساماندهی این همه کشته و مجروح کار سختی خواهد بود. نه، سخت نیست، هر کاری راهکار خودش داره. من اعتقاد دارم اگر مردم عزیزمان با ما همکاری بکنن، هیچ کاری سخت نیست. ما به تعداد اون آماری که خدمتتون عرض کردم، جرثقیل سنگین برای حمل اتوبوسا و خودروهای سانحدیده فراهم کردیم. همه چی پیش بینی شده. فقط من خواهشم از مردم عزیزمان اینه که مخصوصا اونایی که میخوان با این اتوبوسای اسکانیا مسافرت بکنن، شناسنامه و کارت ملیشون همراه خودشان داشته باشن. بالاخره ما از کجا بدانیم کدام جسد میره کدام شهرستان؟ اگرم وصیت‌نامه هاشون با خودشان داشته باشن، تو وصیت‌نامه هاشون هم توصیه شده باشه کدام گور مورد علاقه شانه، خویدیدی های کمک بزرگی به ما کردن. حالا فرض میکنیم که، البته میدونیم که خیلی احتمالش کمه، ولی فرض میکنیم که در واقع مسافران نوروزی تونستن به هر شکل ممکن خودشون رو به منطقه مورد نظرشون برسونن. برای اسکان مسافران نوروزی چه برنامه ای دارید؟ ببینید، ما در کلان شهرهای بزرگی مثل مشهد، شیراز، اهواز، همین کرمانشاه خودمان، با آموزش پرورش هماهنگ کردیم مدارس در اختیار مسافرای عزیز عید نوروزی قرار بدن. البته تاکیدم کردیم که شهریان نصف بگیرن، تو هیچ اتاقی هم بیشتر از 30 نفر جا ندن. مشکل عمده ما در این زمینه شماله، که برای این منظورم ما یه چیزی حدود 18,000 میلیون متر مکعب پیاده رو پیش بینی کردیم که چادر خوابای عزیز میتونن همینجوری چادرهایشان ردیفی برای خودشان بذارن، ایام خوشی در عید نوروز سپری بکنن. خیلی هم عالی. جناب اناری، در زمینه اقدامات پزشکی برای رفاه حال مسافران نوروزی چه برنامه‌ای دارید؟
خدمتتون عرض کنم چون ما با مشکل تخت روبرو هستیم اینه که از بیمارستان ها خواهش کردیم فقط بیمارای بدحال پذیرا باشن. اگر کسی میاد بیمارستان میگه محالم خرابه میخوان سرم بش وصل بکنه، خیلی سرمکه بدن دستش بگن برو خانه به خودت وصل بکن، برو خانه خوش باش. همین اینم از این. بسیار عالی. و کلام آخر؟ کلام آخر این که ما به مردم عزیزمان پیشنهاد میکنم خانه بشینن در ایام عید نوروز، سریالاشون رو ببینن، تخمه به تقانن، حالش رو ببرن، وقت ما هم نگیرن. متشکر. خب به پایان گفتگوی ویژه امشب رسیدیم. ضمن تشکر از جناب آقای اناری که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن، سال نو رو پیشاپیش تبریک میگم و امیدوارم با سفرهایی که به جای جای این خطه پهناور دارید امن و آسوده باشید. شب خیر. معذرت میخوام پدرم اصلا حالش خوب نیست، 4 دفعه سکته کرده. دکتر گفت اگه این دفعه سکته کنه باید بیاریش بیمارستان پذیرش بشه، قلبش عمل بشه. خانمم شب عید ما پذیرش نداریم. بله. ایوا ببخشید خانم، حالا کوتا شب عید 20 روز دیگه مونده. این فشارش 20، من چیکارش کنم؟ نبضش نمیزنه، قلبش نمیزنه، نگاش کنی من چیکارش کنم اینو؟ ببخشید من بعد با شما تماس میگیرم. ممنون. ببینید عزیزم، از نظر ما همین الان شب عید محسوب میشه، برای اینکه امشب دکترها و پرستارا همشون رفتن خرید شب عیدشون رو میکنن، چون چند روز دیگه چهارشنبه سوریه، بعد مریض سوختگی و سوان سوختگی زیاد میارن اینجا، ما سرمون شلوغ پماد بعد بمالیم بره، نمیتونیم دیگه پذیرش بکنیم اون موقع. بعدم تا 29 از اون روز به بعد چیزی نمیمونه بینا تعطیلینه، ما اون موقع دیگه تعطیلیم تا 29. بعدم که 29 میشه دیگه کلا تعطیلات کلا شروع میشه. بعدم دیگه دکترها همشون با همشون میرن آمریکا و اروپا، پرستارا همشون دبی و ترکیه، ما هم با اجازهتون باکو و ارمنستان زمینی. بعدم که تا 13 به در تعطیل، از 14 بعد بیایم سر کار، که 14 سه شنبه است، کی میره سر کار سه شنبه تا جمعه؟ دوباره بینا تعطیلین، ما هم طبیعتا تعطیلیم. شنبهش بعد بیایم سر کار که اونم دیگه خیلی دیره واسه پدر جان شما. من پذیرش بهش زهرا رو بهتون میدم، شما فقط لطف کنین دیر نکنین، چون اونجا هم جاگیرتون نمیاد. بفرمایید. دست شما در نکنه، خدا از بزرگی کم بتون نکنه، خدا حافظ شما. خواهش میکنم، غم آخرتون باشه، برای عمل بینی میبینمتون. خدا حافظ. خدا نگهدار، خدا بیامرزدتون. الو ببخشید میفرمودین؟ بله. 4 شب و 3 روز. خب